نه فقط صد هزار صبح، نه فقط بیشمار شب، نه فقط من، نه فقط اون. ما آنها که همه بسیار بودند و بسیارند و بسیار روز و شب می آیند چنان که رفت، و فقط تنها هر بار کسی از کسان می ماند. او که دیده است، خوانده است و باز می گوید مسافر است. من سید اجل شمس الدین زاده بخارا، اهل سرزمین پارس، خواستم مسافر باشم و سهم خود از زیستن بریزم و سهم دیگران بگذارم. من راوی سرزمین چین شدم. 700 سال پیش بود. خواند بشر را که سفر آغاز کرد و باید رفت و باید دید و باید خواند صوت شریف دریافتن را تا معنا. سفر کردند چنان که به سفرنامه ها می نگارند، به جستجو و سؤال. شرق، دیوار، آفتاب. اسم من جان خونین است، اهل استان خوبه، در یکی از شهرستان های خیلی فقیر نزدیک پکن. شش سال که من بچه بودم در وطن خود زندگی میکردم. پس از اون به پکن آمدم و وارد مدرسه ابتدایی شدم. خلاصه در بکن مدرسه در مدرسه تحصیل کرده بودم و بعدا وارد دبیرستان اول بکن شدم. 6 سال در دبیرستان تحصیل کردم، بعد وارد دانشگاه بکن در دانشکده زبان روسی، دانشکده زبان و ادبیات روسی تحصیل کردم و از اون دانشکده فارغ التحصیل شدم. یک سال به عنوان معلم زبان روسی در دانشگاه بکن تدریس کردم، یعنی زبان روسی را تدریس می کردم که بعد به دانشکده زبانها و ادبیات شرقی، یعنی دانشکده ما، منتقل شدم.
زبان فارسی را شروع به یاد کردن زبان فارسی کردم و یک دوره 3 ساله طی کردم. در سال 1960 این کورس را تمام کردم، کورس 3 ساله را تمام کردم. مشغول تدریس زبان فارسی شروع کردم تا سال 1996 بازنشسته شدم. در تمام این مدت که مشغول تدریس زبان فارسی و ادبیات فارسی شدم. میراث پدر هاهی، علم پدر آموز. اینجا حیات پشتی مسجد نیوجیه، مسجد تاریخی شهر پکن است. نمازگزاران در مقابل آرامگاه 2 تن از مسافران جاده ابریشم که مسلمان بودند، اهل فرهنگ بودند، معلم بودند و ایرانی، ادای احترام می کنند. مسافر شنیده بود، اما قبل از اینکه ببیند باور نمی کرد این آیین در سرزمینی مثل چین برای آن دو فرهیخته ایرانی باشد. آن هم بعد از بیش از 800 سال. علی ابن قاضی عمادالدین بخاری و محمد ابن احمد البرتانی القزوینی از دانشمندان علوم اسلامی بودند که در اواخر دوره سونگ و اوایل یوان برای تبلیغ اسلام به چین رفته، در شهر پکن که در آن زمان داد و نام داشت به معنای پایتخت بزرگ مستقر شدند، در مسجد نیوجیه و به تعلیم آموزه‌های اسلامی پرداختند. حتی در زبان چینی به آنها شیخ میگویند. در دوره یوان مذاهب مختلف از حمایت دربار برخوردار بودند و دین اسلام هم توسعه بسیار یافت. سال وفات احمد البرتانی القزوینی 679 هجری قمری و وفات علی عمادالدین در سال 682 هجری قمری بوده است. سنگ مزار این دو مسلمان به تمامی سالم بر جای مانده و از اسناد مهم تعیین قدمت مسجد نیوجیه به شمار می روند. من تقریبا از 25 سال پیش شروع به تدریس ادبیات فارسی شدم و در البته در درس این برای شاگردان و دانشجویان ادبیات درخشان فارسی را معرفی کردم، آنها را با این ادبیات آشنا می ساختم. چه شاگردان از من پرسیدند، گفتند شما گفتید که ادبیات فارسی خیلی عالی و درخشان است، ولی ما اثری نداریم که با چشم خود ببینیم و بخوانیم بتوانیم. از این جهت یک انگیزه است که مرا سوق می‌دهد که مشغول ترجمه ادبیات فارسی بشم. خواستم طریق اهل وفا پیش کنم و شرمسار زیستن نباشم و خود را پنهان تاریخ نخواهم. اکنون رازی است با من که چگونه آموختم و شاگرد کدام مکتب بودم. از آن بسیار گوهر وطنم و تو را از کدام جریده نشانی دهم که دست یابی به رسم سربلندی. و اکنون نفس آموخته را به گوهر زبان سفته باز می‌گویم که شیخ اجل سعدی از آن تبار است، مسافر است به تمام زمان، به تمام مکان و ره توشه دارد و برنهاده است بر اخلاص. و من شمس الدین بخارایی که به لطف روزگار سید اجل می‌خوانندم، خوش چین مزرعه دانشم و به تمنای یقین مؤمن و به سرزمین دور رسم نزدیک می آموزم که آدمیان به مهر و مراعات مجاورند. نزدیکم. سلام دوستان جان، اسم فارسی من سالار است. من یکی از دانشجویان رشته فارسی هستم.
سلام دوستم، ما دانشجویان سال دوم هستیم. به نظر من زبان فارسی خیلی شیرین و قشنگ است. امیدوارم که وقت در چین از شما خوشحال بگیرد بگذارد. سلام، اسم من امیر هستم. امیر است. از دیدنت خیلی خوشحالم. من زبان فارسی رو خیلی دوست دارم. امیدوارم اینجا به شما خوش گذشت. سلام مهربان ایران، اسم من شادی است. من اهل شانگهای هستم. من دانشجوی گروه زبان و ادبیات فارسی هستم. خیلی خوشحالم که شما را میبینم. ممنونم. سلام آقایان، من شیرین هستم. من زبان فارسی را خیلی دوست دارم. علاوه بر این، من به فرهنگ ایرانی علاوه دارم. امیدوارم با شما دوست بشویم و هرچه زودتر برای تحصیل زبان فارسی به ایران بروم. ممنونم. پویا هستم. در حدود یک سال است که من زبان فارسی درس خواندم. پس از درس خواندن تاریخ زبان و تمدن ایران، من از قبلی ایران را بهتر میشناسم. دلم برای همیشه به ایران متعلق است. زنده باد دوستی بین چین و ایران. روی چمنهای سبز دانشگاه شانگهای پای آن تعبیر مدرن از سنت به دوروبرش نگاه کرد و نوشت: خوب است اگر محیط دانشگاه بزرگ، تمیز و مصفا باشد، ساختمانهایش با شخصیت باشند، معلوم باشد هر بنا قرار است جای آموختن فرهنگ کدام دیار باشد، جای فهم علم کدام گوشه زمین. چینی ها این دانشگاه را در 4 سال ساختند. مردم پول گذاشته اند، دولت وام داده است. دانشجویان درس می خوانند و به خاطر سرمایه گذاری پدران و مادرانشان تخفیف گرفتند. داروی تلخ نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته تا طبع ملول از دولت قبول محروم نماند. سلام، من هم یک دانشجوی رشته فارسی هستم. اسم فارسی من سحر است. من زبان فارسی را خیلی دوست دارم. امیدوارم که در آینده فرهنگ چین به ایران معرف کنم و فرهنگ ایران را هم به چین معرف کنم. ممنونم. ما همکنون در دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای هستیم در خدمت شما. بله آقای چینگ، لطفا خودتون رو کمی معرفی کنیم. اسم من چنتون هست که من خارا معلم زبان فارسی در اینجا کار میکنم و من در دانشگاه پکن زبان فارسی یاد گرفتم. بله. و تقریبا 6 سال پیش در ایران تقریبا 9 ماه ماندم در دانشگاه تهران. اینجا هم در چه زمینی؟ آن موقع که برای فراهم اسنادها که رساله می نوشتم. آها، اونجا بعد می رفتم. بله بله درست. برای کار تحقیق و پژوهش. بله برای کار تحقیق. مسافر دارد می رود به یکی از بناها که گفته بود و قرار دارد با یکی دیگر از سلسله مسافران چین. مردی که مسافر به چشم خودش دیده بود معلم است و کارش را دوست دارد. گفت نامش رسولی است، استاد اعزامی از دانشگاه شهید بهشتی به بخش زبان فارسی دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای. بخش زبان فارسی در این دانشگاه بر اساس تفاهم نامه میان دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای از 1997 برقرار شد. دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای از سال 1997 تأسیس شده.
من یار مهربانم. من یار مهربانم. دانا و خوشبیانم. دانا و خوشبیانم. گویم سخن فراوان. گویم سخن فراوان. با آن که بی زبانم. با آن که بی زبانم. پندت دهم فراوان. پندت دهم فراوان. من یار پنددانم. من یار پنددانم. من دوستی هنرمند. من دوستی هنرمند. با سود و بیزیانم. با سود و بیزیانم. از من مباش غافل. از من مباش غافل. من یار مهربانم. من یار مهربانم. خیلی خوب بود بچه ها. چی شد که اساساً به فکر یادگیری زبان فارسی؟ این من همیشه، یعنی ایرانیان از من این سوال پرسیدند، ولی برای جواب این سوال کمی مشکله، چون که آن موقع که دبلستان من خیلی خوب بود و یک استاد از دانشگاه پکمیان که میخوان چند شاگرد خوب انتخاب کنه، یعنی میتونه بدون کنکور والد دانشگاه بشه. از این جهت من هم چون که به فرهنگ، به تاریخ و به فرهنگ علاقه دارم، چون که میدونم که ایران یک کشور تاریخ دیرینه داره، از این جهت من این رشته را انتخاب کردم. کتاب خوب. من یار مهربانم، دانا خوشبیانم، گویم سخن فراوان، با آنکه بی زبانم. پندت دهم فراوان، من یار پندانم. من دوستی هنرمند، با سود و بی زیانم. از من مباش غافل، من یار مهربانم. این شعر از کی بود؟ نام شاعر، اسمشون زیر هست، بخون لطفا. عباس یمینی شریف. سلام، این خانم اسمشون لیسیان است، همسر من. ما در دانشگاه بکن در بخش فارسی دانشکده زبانهای شرقی تقریبا همکلاسی بودیم و هستیم، چون ایشون یک سال پایین تر از من، یعنی در کلاسش یک سال پایین تر از من به زبان فارسی را ایشون یاد می‌گرفت. پس از فارغ التحصیل شدن ایشون به تدریس زبان فارسی مشغولند و الان بازنشسته شده اند، ولی بازم به کار علمیشون ادامه میدهند، یعنی تدوین کتب درسی زبان فارسی. صداهای هر زبان را میتوان به دو گروه تقسیم کرد، یک واژه‌ها، دو همخوان‌ها. در زبان فارسی 8 واژه و 23 همخوان وجود دارد. جد اول است، از الف با شروع شده و درباره آواشناسی هر درس این شکل برای تنفس درس برای هر درس
چند الف با یاد می دهیم و تلفظش با این شکل، یعنی شکل دهان نشان داده می شود. و بعد از آواشناسی ما گفتگو داریم، گفتگوی خیلی ساده، چون از این از الف با شده و ما فقط سلام، خدا حافظ، این چیزها یاد می دهیم. مثلا اینجا چند کلمه: آب، پا، دامن، دهان، اینجوری نشان می دهیم. خب بریم سراغ بیت شعر. علم چندان که بیشتر خوانی، چون همه در تو نیست نادانی. یه بار دیگه کنم دقت کنیم. علم چندان که بیشتر خوانی، چندان مثلا بگیم هر قدر، هر چه، هر قدر که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. کلمات خیلی ساده است، کلمه نیست معنا خوانی. علم بدون عمل مثل زنبور بی اثر است. عالم بی عمل به چه مانند؟ به زنبور بی اثر. بله، زبان فارسی به نظرم خیلی شیرین است. فارسی شکل نوشتنش مثل نفاقه و تلفظ مثل موسیقیه، بدین که حتما خیلی دوست دارم. دقیقا در چه بخشی از تاریخ ایران؟ به تاریخ ادیان ایران. بله. بیشتر کار میکنم و هم به تاریخ رفت و آمد چین، به خصوص در زمینه فرهنگ. روابط فرهنگ بین ایران و چین کار میکنم. چه تفاوت زیادی میبینی الان در این مثلا دو دهه گذشته؟ چه میگم که زیاد نه، فکر میکنم این هر دو کشور بزرگ هست. بله. یک هر دو کشور امپراتوری است و بودن و هم تا کنون فکر میکنم تاثیر عمیق هم هست. بله. در اجتماع معاصر ما و فکر میکنم چیزی شبیه بود این است که، یعنی میگم در قدیم یا روش حکومت تقریبا شبیه هست. مثلا وزیر در ایران، وزیر خیلی مشهور بود. بله. مثلا نظام ملک و رشدالدین. و در چین هم این سیستم، یعنی وزیری هست و شبیه هست و وزیر در تاریخ نقش مهم ایفا کردند. یه وزیر معروف هم داشتین در وزیر چند هست؟ یک نفر ایرانی سید اجل محمد شمس الدین بخارایی در ایالت یونان. من وزیر بود، یعنی معاون نخست وزیر دربار بود و وزیر دارایی کل کشور بود. در آن روزها که به خود بودم، به رنگ و طعم بوی خوش چای سبز شوکی گذاردم و اکنون بر سپاه سردار جنگ مجاورم. میانان بسیار که قریبند و این اندک که آشنا می نمایم. Thank you.
رساله شما در چه زمینه‌ای بود؟ رساله من در تاریخ تشیع، به خصوص در مدت ایلخانیان. ایلخانیان. بتونی کمی مایل هستی دربارش؟ ایلخانیان یعنی چون تاریخ، چون تاریخ تشیع این زمینه در چین نسبتا نو هست و مردم و به خصوص دانشمندا از این نسبتا بی خبرند و از این جهت مردم یعنی آنها خیلی علاقه دارند که میخوان بدانند چرا یعنی ایران یک کشور اسلامی است، چرا دین تشیع یعنی چینی. بنی آدم اعضای پیکرند که در آفرینش سه یک گوهرند. چازوی به درد آورد روزگار، دیگر آزها رو نماند قرار. چطور صرف میکنیم؟ مثلا در گذشته، مثلا دیروز من یک کلمه قید اضافه میکنیم و زواتی یعنی دیروز من آمدن. او فردا مینتیه یه کلمه آمدن، این خیلی فرق داره و این هم فرق بین فارسی و چینی. چه خصوصیت دیگه داره؟ همینه، این مشکل است. بله، به زبان چینی مثلا چطور اضافه هم داره؟ اضافه مثلا کتاب من، این صفت پشت اسمه اما مال ما جلوش. من وادسو مثل انگلیسی my book اینجوری. 1949 بله 49 تاسیس شده. به زودی 60 سالگیشو جشن میگیرن. بله بله درسته. بله درسته. یعنی بخش ما تقریبا در 9 سال پیش تاسیس شد و نسبتا نو هست و تا کنون ما 4 دوره تقریبا دقیقا 4 کلاس دانشجویان داریم. یعنی 3 دوره حالا فارغ التحصیل شده اند. 3 دوره، سومین دورهش فارغ التحصیل شده. حالا دوره چهارم هست که بله سال دوم هست. هستند. مناسبت این که امروز دوستان ما اومدن سر کلاس، از یکی از دانشجویان خواهش کردیم که یک انشا سر کلاس بخونن و چون دو کشور چین و ایران هست، انشای نور رو انتخاب کردیم در باره روابط متقابل بین ایران و چین. از رو خواهش میکنیم که بیاد اینجا انشاشو بخونه به افتخار این دوستان ما اومدن و شما. از نظر فرهنگ چین مسلمان مسجدها و انجمنهای تعلیم مذهبی بسیار دارد. این محیط برتر را به همکاری و گفتگو بین دو کشور در زمینه فرهنگ تهیه کرده است. سیاست دیپلماتیک مشابه چین و ایران درباره مسائل تروریسم و حقوق بشر به وحدت نظر رسیدند. به طور کلی ما یقین داریم نیروی بالقوه گسترش مناسبات بین چین و ایران وجود دارد و این رابطه منظره خوبی دارد. متشکرم. حالا به عنوان یک شخص چینی، بله. آقای چینگ، بله. شما اگه بخواییم ویژگی های کشور چین رو به عنوان یک شخص چینی بخواییم به ایرانیان معرفی کنیم، چجوری میتونیم معرفی، چجوری صحبت؟ چین یک کشور خیلی بزرگ هست و تاریخ دیرینه دارد ولی و مردم چین خیلی مهربان است و مهمان نواز هستند و دوست دارند که ما این آداب و رسوم داریم که مثل کنفوسیوس که دانشمند مشهور قدیم چین گفته است که دوست از راه دور میاد چقدر خوشحال هستیم. ولی فکر میکنید جملات کنفوسیوس در عصری که زندگی میکنیم هنوز کاربرد داشته باشه برای چینی معاصر؟ برای چینی معاصر بله. این واقعا الان ارگان هست، یعنی میخونن، مطالعه میکنن، مطالعه میکنن. بله درسته، 100%.
خیلی خوشبین هست. او از تاریخ آمده است، قد راست کرده است و هنگام عبور از قصرهای بزرگ امپراتوری تاریخ چین سرش را بالا می‌گیرد که توانسته است خود را پنهان تاریخ نخواهد. او که می‌دانست هر بار تنها کسی از کسان می‌ماند. او که دیده است، خوانده است و باز می‌گوید مسافر است. مسافر ایرانی تاریخ چین هنوز گفتنی بسیار دارد و قصد کرده است راه بیفتد تا متن شهرهای امروزین و باز میان برج‌های بلند بپرسد آنان کیستند که میمانند. امروز فردا تاریخی است که دیگران به قضاوت میخوانند.